گشنامه مونی مزی هی چیکار نامه کنی مسئولیتی رهبر نیست برای که یوسف گنگشته گفتم دست یک 12 سال پیش پیشگویی کردم بس که من برای همین روز گفته بودم که 12 سال پیش روزی میشه که مردم تاجیکستان سختی میبینم. برنامه صدای مردم شروع بکنم از پیامی خب آقای رحمانوف رهبری کشوری 28-29 ساله. عادتا رحمانوف در هر یک پیامش حرف میزند گویا یک چیز برای مردم میگه، اما کسایی که وقت دارین یک بار بشنین هر پیامی که داره یک بار گوش بکنین، یک چیزی تکراری است. من زیادتر داخل او پیام نمیشم. در اونجا چی دروغ ها گفته شد، چی آمارهای بردروغ برای مردم پیشنهاد کرد، چی وعده های بردروغ داد، دیگه او حوالش به خدا. دیگه او را مردم خودش بشینه از اون آمارها گوش بندازن. اما خیلی جای افسوس است، خیلی جای افسوس است که یک رهبری کشور از بلندترین مقام، یعنی رئیس یک جماعت نیست این نفر که آمار بردروغ بده، ناظر کدام بانک نیست، ریویزور کدام بانکدار نیست، یعنی رهبر کشور، شخصیت اول در کشور. عادتا پیام یک چیزی مهم است در تمام کشورها. خب روزنامه‌نگاران، شخصهای اینتلیجنت، شخصهای زیایی، زیادتر فکرانیشون توجهشون طرف همون پیام است که خب رهبری کشور، خب صاحب کاران، دیگر طبقه ها که خب در سال 2021 چی دستاورده برای ملت پیشنهاد میکنه، چی دستاورده. و چون هر وقت رحمانوف از همو اشوله های پیشینه اش، جشن صده، جشن نوروز، سال نو، امام اعظم، خب ما یک ملتی تاریخی، ما یک ملتی با تمدن، ما یک ملتی با فرهنگ، فلان 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 فلان، همه گفته گفته میره و یه چیز تکراری ایش. همگی میدونیم که در هر یک پیامش از نوروز و انا نوروز جشن عمومی جهانی شد، نوروز جشن بین المللی شد، میگن نوروز مبارک باشه، این مبارک باشه، این گپا را میگه میروه. خب پیام است و لااقل در بعضی از حرفاش از همو تلفظ خوبی تاجیکی هم استفاده نمی بره که یک کس لذت ببره با بیان ما و شما. یعنی چی گپ خودش؟ یعنی خودش چی گپ؟ یا که یک نفر دیگر، یک چپلوس، یک نفر دیگر میبرو از رحمانوف یک نفری معرفت پرور و یک نفری خیلی دانشمند و قهرمان میتروشه، در حالتی که اگر یک نفر بشینه و پیام های رحمانوف بگیره ورق بزنه، نقطه به نقطه نویسه بکنه، از لحاظ تلفظ، از لحاظ گراماتیک، از لحاظ ذکر کردن کلمه ها، بیان کردن جمله ها سر تا پا اشتباه است. بعضاً مورید حرفی او ب و از وسط جمله گم میشود. یعنی رهبر کشور نباید تو این اندازه که ما بدونم که خب جوانی 25 ساله است میگم نه خیر است، 30 سال سابقه کاری داره در سطح رئیس جمهور، 30 سال کم نیست. اما این نقطه هایی هست که باید مردم خودش بشینه که اندیشه بکنه، مگر دیگر افراد، دیگر نفر، دیگر شخصیت پیدا نشد که باید جایگزین این نفر باشه دیگر. طبیعی است که لااقل زبانی آرامی صرف تاجیکی را حرف زده نمیتونه، نابی فارسی را صحبت کرده نمیتونه، دیگر کمو پهلوی زبانی خارجی شد، دیگر پهلوی دیپلمات ها و بحث های سیاسی که در خارج میکنه او را حرف نمیزنیم. ولی عادی ترین چیز دوستو باید نظر بکنن، اندیشه بکنن، کسانی که تا این روز او را میشناسن و تا این روز از او پشتیبانی میکنن بشینن فکر کنن که کی را طرفداری دارن. ای مردم بیاین در اینجا یک چند پیام هاشم میگذاریم همین مرده که خوب چی میگن. خب پیام یکم، مرحمت. ما افتخار داریم که تاجیکستان بر حق وطنی نوروز، صدر، تیرگان و مهرگان است. هر کدامی از این جشن ها تاریخی بیش از 6000 ساله دارد. آخی دیگر نان و آود نمیتید در این چیز.
یک ام درست از یک جشن فرهنگی است. خب درست از بگذار باشد، بگذار کسی که میخواد جشنش بگیره، ما زیدی نیستیم، فرهنگ است که بگذار بکنن. اما اخی در یک پیام سالانه، یک پیامی که چیزی مهم است، در کشور چی تغییرات های میشه میگذره، در کشور چی نوآوری های است، خب کدام ایده برنامه چگونه رحمانوف یک کشور به سمت دیگر ببره. ما یک عمر در همین کشوری اگری باید بچرتیم و بلخشیم بغلطیم در لای و آو دهقان و زمین و بقه و شدگار و گو و خر گفته بگردیم، این ملت دیگر نمیتونه، این مردم دیگه نمیتونه کمی بالاتر بره، کمی دوراندیشتر بشه و کمی فرهنگی نو بآموزه، کمی تکنولوژی نو بآموزه، علم جدید بآموزه، دیگر برای ملت این مردم گناهگار شد. یک عمر اگراری، گاو و کلخوز، گاو و کلخوز، زمین و کلخوز. آبچه تو استراتژی 2021 تا باید برای مردم کو، خب برنامه پیش از انتخاباتی تو خب کشوری اگر صنعتی بود، خب در این پیام کو میگفتی با کدام رو مردم بشین فکر کنن که خب رحمانو با کدام رو این کشور رو بلند میکنه. هیچ راهی نیست، صفرهای پوچ به معنی ای کو یک پهلوی مثلا. و این دلیل نیست باعث ابتکار ماست که نوروز باستانی امروز جشن جهانی گردیده است. خب بگینش این باعث افتخارش، خب بگذار افتخار کنی. خب نواری دیگر بیا بگذاریم. برگشته تاکید میکنم که ما باید بنیاد کنیم، سازیم، رو افتاده نشویم. من اشاره کردم که ای مردک خوب، چی کسا بنیاد کردن، چی کسا ساختن، چی کسا آباد کردن، گجا شدن. ما بارها اشاره کردم، تاکید کردم که سمت انفراستراکتورای ساختمانی دیگر و دیگر و دیگر و دیگر. آخ چی دردت گرفته دروغ میگوی ای مردکی؟ خب همه دو کلمه بگو بذار برای دیگه بخیر. خب چی کار میکنی؟ ما بارها و بارها تاکید کردیم که سازنده باشیم، پزنده باشیم، بریان کننده باشیم. آخ چی بگم دیگه؟ کسانی که ساختن بهترین انشادها و ساختمان های بلنده که امروز شما فخر میکنی از دوشنبه، اوقی در زندان 28 سال شد، اون مرده که خوب خوب است. بهترین مالکیت که اون مرده زحمت کشید، ده ها و صد ها کارخونه ها ساخت، امروز خب به شهادت شدن رفت، مال او را داماد و فرزندان تو استفاده این برد. تو با کدام زبان امروز از این ملت دعوت میکنی که باید بسازیم، ما باید شهردار باشیم، فرهنگدار باشیم؟ اخی دوشنبه را یک بار بزنید چهار بینای بلند روی تمام تاریخ اون ملت را بخواه یکسان کردین. بابای و بابا کلال مای شما ای مردک خوب، بابای و دگی جای خیلی گب، مامای و دگی جای، مای و شما دگی جای تری زبان. ای از کدام مکتبی زبان است؟ از زمان هرداد اومد، از زمان کی اومد؟ از این مای و شما و بابای و بیبی و دادای و تقای و امای و بچه. یک کم ترک، یک کم ترک انصافا دیگه صحبت کنین با مردم، یک کم تر یا برنامه های درسته در 30 سال تالی هم بابای و بیبی و بیبی و میو گفته دیوانه همون کردین. چی گفت هستی خیلش نمیدون در یکم گجا شما رخ بری کردین؟ اوکی دارم تاجکستان رو بری کردین. برای خودم سوالاتی سواله، برای من شخصا درد میکنه ده. من نمیدونم کسایی که فرهنگی، کسایی که زبان در سطح بالایی میدونین، اکادمیک هستین. خب من که نه دوای اکادمیکی دارم، نه زبانشناس هستم، نه اگم دانشگاه دانشجوی درجه عالی هستم، هیچ کسی نیکو طبقه ای که شما سطح زبان خوب میدونین، عالم هستین، سیاست مدار هستین، فیلسوف هستین و دیگر و دیگر هستین، چی خیل برای خودتون اجازت میده که بالای سر شما نفر رو بر است که ما و شما را فرق کده نمیتونن؟ چی میراث داشتن؟ تمدن ساز بودن، تمدن آفر بودن، چی؟ ما و شما کرده نمیتونن، مای شما ادامه دادن نمیتوانید. ایشه نگم که دیگه. خب نقطه سیم، رحمانوف در جلسهش بلند شد، من گفتم که از او امرها که چند کارخونه مونده است و چند کارخونه کار کرده، چقدر جای کاری و چقدر این چیزها را ویل که بشه.
این چیزها را دیگه دروغ محض بود، همه میدونن. در تاجیکستان اگر جای کار بشد زنها در مردی کاری نبودن، مردها در مردی کاری نبودن. این چیزا یک افسانه. نقطه مهم است که این نفر میگه که دیگر در تاجیکستان کرونا ویروس بیماری پاندمی که فراگیرده است نیست، ثبت نام نشده است. خیلی نقطه مهم است، خیلی خیلی نقطه مهم است. چند ماه پیش در پارلمان کشور قرار قبول شد که کسی که بدون ماسک در جای های جمعیتی میگه جریمه کرده شود. یعنی امروز این قرار از بین حالا نرفته است، یعنی این قانونی حرکت که از عمل کرده است. درست؟ درست. یعنی بعد از زمانی که پاندمی از بین رفته است گویا، خب لااقل یک گزارش میدید که خب امروز پاندمی از بین رفته است تمام. وزارت تندرستی وقتی آمار میداد و خب دیگه سخنگو حرف میزد، لیکن حرفی نیست از این. اما رحمانوف میبرم که ما یک از ما ینوار امروز سیهم یک ماه میشوه که در تاجیکستان کووید 19 ثبت نام نشده است. خیلی خوب پیروز شدین، مرحمت کنیم سخنش گوش کنیم. ما امروز شکرانه میکنیم که از آغاز ماه ینوار در کشورمان عموما بیماری سرعتی کووید 19 از بین رفته است، یعنی تاجیکستان امروز بی کووید 19 است. خب نظر کنید دوستان عزیز، این همیجا از همی این ای بابوی که توزه رود بگریفت سرکدگی همی همه کش مسکه دارن، همه کش خوش رواق همه تا یالا یک تا یک تا یک تا مسکه دارن. یا که همینو همی گپوی رحمانوفا گوش نمیکنن، گوش نمیکنن. یا که رحمانوف دروغ میگه. دو تا وریانت های دوستان انتخاب کنید، کدامش هست در کامی نویسته کنید. یا که اینا همین رحمانوف ها گوش نمیکنن. اگر کووید رفته از اخوی ماست چی لازم از در یک جلسه کووید نزده که در تاجیکستان نیست، نیست با حرف کلان کلان. بیا همین از زبان خودش بشنید. نیا که کشور امان عموما بیماری سرعتی کووید 19 از بین رفته است، یعنی تاجیکستان امروز به کووید 19 است. اینا این مرده که خوب اثبات کرد. پس این ای علول و بلول و جنتلمن و این طبقه های فابریکا یا کیانو برای چی ماسک دارن؟ برای چی؟ مریضن؟ کسل روحی هستن؟ یا که چیزی دیگر؟ خیلی گپی هست ایجا. روبر کشور گفته است که ای مردم در تاجیکستان بیماری کووید 19 نیست، ولی در مجلس ها همه زدگی فکا بستگی ششتیم. یا که این مرده که خوب در کدام دنیای دیگه سیرگش کدیسه که پروا داره، یا که همین کسی نویسه دو دیگه خوش اصلا نمیدونه که چی هسته خونده سه، و یا که این ای تا گروهی که میبینین مریض هستن، مریض کسلی روحی هستن نمیدونن. و یا که همین ها خودش همین رحمان رو باور ندارن، میگن دروغ میگه تا بچه کوی هست همین فکرمان بمندیم. این ای بحث ایجا هست. یعنی ای با ای جمله هاش میخواه برای مردم بگه که یعنی که ای درست هم میدونه که با او یک تیبی ضعیف و نتوان و فرسودش ای نمیتونه سری بیماری بگیره. جرمنی جرمنی هست، آلمان آلمان هست، گرمانیا نمیتونه سر روش بگه که تیبش در درجه بالا میسته. امریکا امریکا هست نمیتونه، و ده ها صد ها کشور دیگه نمیتونن، در حالی که قرنطین میکنن، بسته میکنن، همه جا را بسته میکنن، نمیتونن. راه میکنن که از این اصول بگریزن. یعنی یا با کدام اصول توانیستن؟ بازارها هر روز فعال، بسکشی و دسکشی و رقص و بازی و تنس فعال 24 ساعت، مسجد ها فقط بسته. یعنی یا از گجا با کدام اصول با کدام سیستم یا توانیستن این بیماری از بین بردن؟ یا دو چاپلوسی دیگر با نام دکترها و فلسفاش میبرو میگه که آو یا تاجیکستان درست میگه تونیسن. یعنی سوال با میون میبیو که با کدام اصول تونیسن از بین برده. مدامی که تونیسن یک مونه بوده است اینی بچه ها چکا میگن در فکاشون بستگی. باز هم دروغ، باز هم دروغ. خب این نقطه بود که من از پیامی رحمانو برای شما گفتم. یعنی اگر که تک شبو کوی باور کنید دوستان، سر تا سر معلومات های دروغ، برنامه های دروغ، حرف های دروغ است. یاد نمیرم دوستان، بدرین تماشا کنین آمار های بر دروغ.
و عجیبش این است که طبیعی است که پیام های رحمانوف خب در تمام مکتب ها، مغازه ها، بازار ها، کوچه ها، زیر کوچه ها، حتی یادم بود در مسجد ها، در همه جا تماشا میکردن. نمیدونم در یک عکس نظم اومد یک بار بگذاریم یا عکس از صفحه فیسبوکی پیدا کردم پیام رحمانوف است در یک طبیعی است که یکم فیلارمونی است، یکم تئاتر است، یکم جای جمعیتی است، یک خیلی جای بزرگ است. این کم بغلا همون فرهنگی باباگی گفته از همی یک نمی یک تلویزیون که سال 1923 بروهردگی از همون استفاده ایم برد پیومی رحمان فکر با پلاستیک نیست، مدل های جدید نیست، همون ها کنوهایی که پتیکش کلید میشد و همون سازش میگردی این همون است. شرم است، عیب است. در یک تئاتری بزرگ نمیزنی همجا یک تا پروژکتوری کلونه از همی دور پیوم آنلاین سر بدی یا خیلی مردم تماشا بکنن ای کورا بی همین کی هست همین سراغه چون نبو نمیسین کدام فیلرمون هست این شما یه بار بگه خیلی زحمت هم باشه مشکی نداره یک برای تو نگام چی این شبی مونین مونین این نیوک این همی قمردم ها جمع کردن این همی یک تلویزیون که نمی بینیش سفید و سیاه میشه پرپر میشه و موج نمی رسن اون همو قطعی این مردم احمق کردن پیامی رحمان رفت گوش کنید این بود نقطه دیگرش. خب نقطه سیوم این مردم که خوب تمام گناه را ایسرش خورج کرد مرحمت من 12 سال پیش به مردم کشور مراجعت کرده بودم که کوشش کنید تا برای 2 سال ذخیره غذایی داشته باشم و ما امروز با همین روز رسیدیم. از پیامی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی فلان 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 تاریخ یعنی این مردک در این عبارت چی میگه؟ مطمئن باشین سال 2021 22 23 دیگه هم طرفتن میگیره سال دشواری های مردم تاجیکستان میشه یا با این سمسته و افسانه شون یا نمیتونن اقتصاد تاجیکستان رو بلند بکنن نمیتونن تاجیکستان از بحران اقتصادی بیرون کرده یا نمیتونن یکم عقل در کار دیم استراتژی سالم در کار سیم راهبری عادل در کار وقتی نیست این چیزا یا نمیتونن که تاجیکستان از این قاچاقی بیرون بکنن سال تا سال محیط رفتن میگیره و این علاقه ایخش از ای بازی بیرون کرد تو میمری مزهی کمبغل میشی کشته میشی من 12 سال پیش برای شما مردم گفته بودم که 2 سال از اخیراتون رو جمع بکنین ای مردم ای مسته یا شور 2 سال از اخیرات در کجا جمع بکنین یکانه جایی که انسان میتونه سرمایه بگذاره بانک های حسن و حسین و طایر زویر است همو بانگ ها هم دیگر پولی مردم ها برگردن نمیتونن آیا مردم میتونن که 2 سال کارتوشکا، پیاز، سبزی، گوشت، پمیدار، بادرین، غذایی که اولین درجه ایست کنن مردم میتونن همین چیزا در یکان جا برای بگذارن طبیعی است که منطقی نیست این حرف یکانه چیزی که مردم سرمایه گذاشته میتونن مبلغ است پول است که برای در یک بانک پسنداز بکنه و روزی لازمه او را بگیره در حالی که امروز تمام بانک های تاجیکستان رو به فساد بانک هایی که را به حسن اسدالله زاده داره اوریون بانک و دیگر بانک های دیگر هستند که اصلا پول مردم نمیتین مردم شکایت کرده در بدر پارلمان و وزارت اداره گشت کسی به داد مردم نمیرسه این مرده که خوب میگه من 12 سال پیش برای شما گفتم که خواه همین کار را بکنی اکه بیا و گیر بچه گیش نمیمونی مزیهی چیکار نمیکنی مسئولیتی راهبر نیست برای که یوسف گنگشته گفته بود است یک 12 سال پیش پیشگویی کرده بود که من برای همین روز گفته بودم که 12 سال پیش روزی میشه که مردم تاجیکستان سختی میبینم اگه رختون جواب شب بگیرین دیگر این مردک برای چی گفت را میگه تاجیکستان در سال 2020 چقدر کارخانه از بین رفت است و چقدر کارخانه داره خب از انداز آزاد شده است در تاجیکستان سال 2020 24,000 صاحبکار فعالیت خود را قطع کردند 24,000 صاحبکار فعالیت خود قطع کرده است او مرده که خوب در پیامش اشوله افضلش شده فهمه خونه یعنی 24,000
24,000 کم نیست، اما دوامش مهم است. یعنی آنها اکنون دیگر انداز نمی سپارند. در همین حال حکومت 15 کارخانه بزرگ را از انداز آزاد کرد. ایش هم بسیار مهم. اما شکوشتی، نام مؤسسان شرکت ها افشا نمی شود. نام مؤسسه های شرکت ها برای مردم پیشنیاد نمی شود. سوال، برای چی؟ مدام تاجیکستان یک کشور مردمی است، یک کشور دموکراتی است. یعنی علت پنهان کردن این همه کارخانه های بزرگ در چی است؟ کی باید جواب ده؟ حکومت به پارلمان کشور پیشنهاد میکنه و پیشنهاد حکومت قبول میشه و پارلمان امضا میگذاره کارخانه از انداز آزاد. عجیب. 15 کارخانه بزرگ از انداز آزاد. مردمی را فکر نمیکنه. از این دور از مردمی مونه مهاجرت. چهار دیروز یک هواپیما از دوشنبه سفر کرده است به فدراسیون روسیه. مردم مردن ای خرسندی را که اما مردی کاری رفتین. این مرگ از این مصیبت است. وقتی یک نفر از وطنش فرار میکنه خرسند میشه. این مصیبت است برای مردم. این مرگ است عادتا. میفهمین؟ غم از درد است. که در وطن جای کار نیست، زندگی نیست. مردم برای دری اجنبی را تازه کردن، خانه اجنبی را رفتن خرسند میشه که هواپیما باز شد و ما رفتیم. باز غلامی، باز در بدری. رحمانوف از منبر ملت تمدن آفر و ملت با تاریخ و ما 600,000 ساله تاریخ کهن داریم. آقای در تاریخ هم شما توف کردین، در کهن هم شما توف کردین، در علم و در فرهنگ و در دانش هم شما توف کردین. شرم نمیکنین از تاریخ کهن حرف میزنین که امروز مردم برای رفته غلامی شدن خانه اجنبی را تازه کردن خرسند میشوه از وطنش فرار میکنه. در دیگر حالت 15 کارخانه بزرگ از انداز آزاد. در یکم کشور دنیا بغیر از همون کشورهایی که مثل حکومت رحمانوف نباشه چونین یک جنایت نیست. از کجا گرفتین شما این منطقه که کارخانه بعد از انداز آزاد شوه؟ او فرقی نداره، 100,000 کارگر داره، 10,000 کارگر داره، یک کارگر داره، همه در نزد قانون و سود برابر از قانون کشور میگه. چرا باید کارخانه دامادی رحمانوف از انداز آزاد باشه؟ مثال دیگر هم ببینید، کانی انگشت که در عینی است از کی است؟ از دامادی رحمانوف جمال الدین نورعلیف. دیرکتری همون کارخانه، دیرکتری همون کانی انگشت، یکی از همکورسای رحمانوف با نام فیروز سیفلویف، همکورسی همون که دامادی رحمانوف، کی از ناحیه ترسونزاده است؟ و نفر خیصه میکنه که از دستی برادرای نفر خواب، سهراب، فرقت، فردوس یکم زمین نمونکی نفروخته باشه. یک زمین از 10 بار میخرن 10 بار میفروشن. شتاره که اخباره که در بالا برومد خواب برای نفرها را در زمستان آمدن خانه هاشون را چپه کردن یا دیده بودین؟ چطوره که من یک نقطه دیگر برای شما نشان میدم دوستان، مسئله چپکنی خانواده میگذاریم که مردم به خاطر خب مهاجر شدن خرسند به خرسندی وطن را ترک میکنه. مرحبا همین را ببینید، حال ملت با تاریخ و با فرهنگ ببینید. الله شاید 46 گرادوس خنکای 46 گرادوس خنک در کار کفتای سادم در بدری خانه. با الله قسم، با پروردگار قسم، ای شخصانی ظالم، ای سخن به گوش شما میرسه. مردم دستگیری کنه. امروز حکومت به دست خود گرفته، تاجیکا را از وطن بیرون کرده. کسانی که رحم نداره به ملت تاجیک، پروردگار نه در این دنیا نه در قیامت به او رحم نکنه. دعای مسافر امروز میشنوه. تمامی ملائکه ها میرسانند این سخن ما را به پروردگار. پروردگار خانه هاتون را غمخانه کنه، پروردگار خانه هاتون را غمخانه کنه. دستم ریخت است پوستاش. برادرها التماس همی را کلاس کنه، تمامی مردم ببینند.
مرد گریه میکنه، مرد گریه میکنه. نشانی مرد، نشانه یک مرد گریه کردن نیست. جوان مرد اوی نیست که گریه بکنه، اما ببینین گریه میکنه بچاره، مظلوم از ظلم میبینه. در حرارت 40-50-30 گرادوس میره سری کار، در اجنبی را میکنه. طرفی دیگه من دانشجو، من زندگیم خوبه، شما اینا میگین، شما او را میگین. ما اینی درده میگیم، ما اینی غمی مردم هم میگیم. مرد ببین آبای چشمش میرزه، از خانکی دستام ریخ، مردمه مردم غمی مرا بخورین. نقطه دیگه که من در بالا ذکر کردم، مسئله خب زمین خری و زمین فروشی. نفره که فیروز سیف‌اللهی که همکورسی جمال الدین است، داماد رئیس جمهور، برادراش با نام سهراب فرقت فردوس در تورسون‌زاده ده ها بار زمین خریدن و فروختن، ده ها بار جنایت کردن، ده ها بار هیچ کس به داد اونها نمی‌رسه. رئیس جمهوریت هم به خاطر خواب داماد رئیس جمهور، پلیس هم، پرکرار هم، مفتیش هم، هیچ کسی از اون منطقه نمیتونه چیکار کنه، حرف بلند بکنه. این افراد زور، این افراد زندگی دارن. به خاطر چی؟ خب داماد رئیس جمهور تغمونه. اینجا این اوا را میبینیم. این خانه را نه فلاکتی طبیعی بلکه اکسکواتر ویران کرده است. مقامات روز 21 ژانویه حدود 15 خانه نو ساخت را در محله حسن آباد شهر دوشنبه و ایران کرده اند. خبرنگاران ما یک روز بعد حادثه به این محله رفتند. ساکنان محله هرچند راضی نشدند که در ویدیو با رادیو آزادی صحبت کنند، اما گفتند که مقامات به دلیل آن خانه ها را ویران و ولنگار کردند که گویا ساکنان این محله به غیر قانونی زمین ها را غصب کرده در آنجا خانه بنیاد کردند. ساکنان میگویند که آنها حجت را از مقامات محلی حکومت دولتی دریافت کردند، اما مقامات شهری و جمهوریوی حجت های آنها را قبول نمی کند. در این خانه ها روزی ویران کردن کسی نبوده است. و گفته ایم قبل از اینه که مالکیت یک نفر ویران کرده می شود، اول باید او شخصیت پیدا دعوت بکنی، مبلغ صرف کرده است. خب زمینه کی فروخ؟ رئیس جماعت دعوت بکنی، رئیس زمین ساز دعوت بکنی، کمیته زمینه کی دیگه جنایت کرده است؟ البته در برف، زمین برف سفید می بیاند، خانه مردم را چپا میکنن. زمستون هیچ کس حقی گب زدن نداره، هیچ فرد، هیچ نفر، هیچ طبقه حقی گب زدن نداره. هر کسی که گب میزنن مثل محمود دادینایف 14 سال زندان میشود. در خزای محمود ما گب میزنیم اونو، اما مشکلی مردم ما گب میزنیم در اینجا که حالی مردم ببین. یک گروه شکرانه کنی، شما شکرانه کنی، شما شکرانه کنی، مرحمت همی از شکرانه. مبلغ دادگی از مردک، بچهش در 40 گرادوس سردی روسیه کار کرده از باین همی دستاش مهنت کردگی است. ایساب مواد مخدر نیست، ایساب دزدی بوجه کشور نیست، ایساب بوجه کانهای تلا و کانهای نخره نیست. مردک ها در سردی کار کرده مبلغ روی میکن تا یک خانه بسازند. اما شما چی کار میکنید؟ با مثل همون صبروف که پدرش همین صاحبش که اینه همون صاحب داره این مردم، که چرا بداد این مردمش که نمیرسه؟ مقامات خانه ها به اجازه ساخته شدند و اینجا باید الچزار شود. چندی از ساکنان محله گفتند در دست سند، شناسنامه تکنیکی خانه، عکس کیهانی و قرار برای جدا شدن زمین را دارند. اینا وقتی که این حجت هسته، شما باید تصدیق بکنید که کدام نهاد این حجت برای او داده است. روبر اون نهاد باید دعوت بکنید، دادگاه باید این مسئله را ببینه، قرار سود باید ببره. شما بدون نبودن نفر صاحب ملک، بدون نبودن خب کسی که مبلغ صرف کرده است، اومدین چپا کردین. طرف میگه ما حجت داریم، اما کسی که پرای زمین میفروشه، کسی که دیجه جنایت میکنه آزاد است. مالکیت مردم چپک کرده میشه، خسارات مردم میبینه. ولی مقامات آنها را اعتراف نمیکنند.
حسن آباد یک محله نابنیاد است که در تپه های شمال دوشنبه قرار دارد. خلاص این ظلم است که بلوی مردم. این ظلم زیادتر شدن میگیرد. تا زمانی که رحمانوف راهبر